مادر همه بدبختی های ما رو جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمامداران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن، سواری بدن، محله کورا باشه، که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگلی نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد، بینا شد، دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشته کر و کور، آیا اسلام 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 چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا، او آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خاله بود اصول دین چند تاست بشه برخورد اصول دین همه میدونن. خودم بله خب بگو. خب پنج تا. خودم مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. موندوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم بشه آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول داری. خب اصول دین چند تا؟ میگه پنج تا. خب مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. ببین ملتش چقدر نادانه. یه رؤساشون اینجور شد که اصول دینش نمیدونه، مدرکش چیه. حالا فرعون های زمان مثلا پهلوی چی میگفت؟ میگفت امام زمان کمر منو گرفته، میخواستم از اسب بیفتم در کجا، امام زمان کمر منو گرفت. در صورتی که به خدا عقیده نداشت، ولی به خر کردن مردم بشده امام زمان. یا مهدی ادرکی، همه جا نوشتن همه چی ادرکنی، یعنی چی؟ شرکه. خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راسته یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن، دادرس همه ماست، و خدا چه کاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز روی ماشین بسن میرفتن، بهش گفتم آقا جان، آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرکنی، اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ این دنبال کنه آیت الله افتاده، عقلشو حاضر نیست که بره دنبال عقلش. تا میه حرف بزنیم که آیت الله هم کی همچی گفته. خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همونی گفتم محله کورا، هر که گفت من خوشگلم قبول میکنم. ملت باید چشمشو باز کنه، عقلشو باز کنه، که نمی کنه. بابا جان محمد از همه بالاتر، محمد سم بشتا، دختر یهودی سم بشتا، محمد پیغمبر صلی الله علیه مسموم شد، خودشو ندونست نجات بده از سم، و تو رو نجات میده. بله مهدی همه جا حاضره، اما به چه دلیل؟ مهدی الان به داد ما میرسه، اما به چه دلیل؟ کی گفته اینا؟ مهدی ایمان به مهدی جز اصول دینه؟ نه، خود مهدی اصول دینه؟ نه، خود مهدی فروع دینه؟ نه، امام باید تابع دین باشه. خود علی نه اصل دینه نه فرع دین، به چیه؟ تابع دینه. خود علی چیکاره بود؟ تابع دین بود دیگه. ولی اینا واشن اینه کردن اصل دین. چرا جدال؟ حالا بخوای باید که حالی کنی جدال میکنه. آقا از
یک خیابون ما هم تو رفتیم با این شوفر هی حرف زدیم هی جدال شد هی دیدیم فایده نداره باتم آقانه پیاده کنم فایده نداره هر چی شوگی چی دیگه میگه آقای میلانی هم چی گفته لعنت با آقای میلانی. پس این ملت گمراه کی میخواد اینا رو هدایت کنه؟ باید خودشون طالب هدایت نیستن. حالا تازه مثلا میگه ما از آخونده برگشتیم، حالا برگشتی چی؟ هیچ. ویلون زیون سرگردون. پرشبا یه جایی بودیم به دکتری میگفت که ما از آخونده یقین کردیم که اینا بی خودن، با همشون بد شد، از همشون برگشتن. خودم خب حالا برگشتی حالا چی؟ حالا یه مردی هستی سرگردان و ویران و حیران. آخرم هیچ. مگه از آخونده برگشتی درست میشه کار؟ نه، باید راه رو پیدا کنی، راه حق رو پیدا کنی. ولی رم کردن از این رم کردی، خب باش رم کن، انقدر رم کن تو چشم کور باید نه، باید راه رو بشناسی. ولی رم کردن که هنر نی. ما از اینا برگشتیم، خب حالا برگشتیم، حالا چی؟ هیچ. ببین این است که اینا هادی ندارن، نمیخوان هدایت. اگر کسی طالب هدایت باشه خدا رو نجات میده. ممکنه شما بفرمایید که دلیل این دشمنی حاکمیت موجود در ایران با اهل دیانت بهائی از کجا ناشی میشه و چرا وجود داره؟ ما یک اصل و بدل رو در میدان جنگ کنار هم میبینیم. در واقع ظهور نایب حضرت مهدی که یک سیستم هست و یک نظامه، یک سیستم است که این سیستم همونطور که قبل از تنفس عرض کردم بر اساس خلافت مشروعه بقیت الله که خلافت خدا روی زمین هست و این خلافت به امام زمان داده شده، نایب امام زمان روی زمین دارای معاونت و نمایندگی از طرف اون سلطان الهی است که دنیا را اداره بکند و این نظام ولایت بر اساس نظام نیابت نمایندگی و جانشین در واقع حضرت قائم در زمان غیبت وجود دارد. کاری که باب کرده خیلی روشن است اگر به زبان ساده و کوتاه بخوایم ذکر بکنیم. در واقع یک اصلی در مقابل بدل قرار گرفته و میگوید این کارهایی که این سیستم نیابت قرنهاست که مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، بی واسطه و با واسطه، با اتکا و افترا به اسلام و قرآن حکومت میکرده، جان و مال و هستی و ناموس و دنیا و آخرت و هویت اختیار و انسان رو میگرفته، خمس و زکات میگرفته، انفاق و صدا و صدقه میگرفته، قربانی میکرده، تزکیه میداده، جان و نام و ناموس مردم رو مالک میشده و همه اینها رو زیر سایه نیابت امام زمان میکرده که جواز این کار رو از امام زمان داشته. در مقابل اینها یک مرتبه یک کسی ظاهر میشه میگوید من اون امام زمان هستم، امام زمانی که در ناموس نیابت مقام خلافت داره، مقام سلطانی داره. ظهور باب از دیدن دید بقیه مردم غیر مسلمان میتواند که یک قیام تئولوژیک باشد، اما از نقطه نظر مسلمانان شیعه و به خصوص حاکمیت تشیع یک برخورد رقابت بین دو سلطانه. یعنی تا دیروز شما میگفتید من معاون این رئیس هستم و به نام این معاونت و به نام این رئیس که عکسش رو زده بودید بالای سرتون دنیا رو چپاول میکردید، بر همه چیز مالک بودید، قدرت تام داشتید. در میزنن میگید کیه؟ میگن این کسی که عکسش رو بالای سرت گذاشتی اومده، صاحب عکس وارد شده. ادعای این شخص اینه که من امام زمان هستم، همون امام زمانی که 1400 سال به معاونت و نمایندگی او شما حکومت میکنید بر جهان، من خود اون هستم. خب مسلما وقتی که شما سیستم معاونتتون در مقابل اصل قرار میگیره چه باید بکنید؟ باید بگید که ما شما رو پذیرفتیم که امام زمان هستید، بفرمایید من معاونم، از اینجا میرم کنار، شما بفرمایید سر جای من بشینید
و این سلطانیت رو شما به عهده بگیرید یا تا آخرین قطره خون باید مبارزه بکنید که او از بین بره و به عنوان امام زمان که نمیتونید با اون طرف شید چون شما شاگرد امام زمانید، معاون امام زمانید، بنابراین باید بگویید که تو دروغگو هستی، کذاب هستی، جنایتکار هستی، دیوانه هستی و به یک ترتیبی او را از بین ببرند. اختلاف بین تشیع و بابیت و بعد ثمره بعدی او بهاییت یک امر طبیعی ابدی و تا قیامت، تا زمانی که فرضیه امام زمان برداشته نشه این اختلاف ادامه داره. فرضیه امام زمان هم که برداشته بشه بابیت سقوط میکنه و روی اون بهاییت سقوط میکنه. اینه که در واقع این یک سوال بی جوابه. اما جوابی که من برای این کار دارم این است که ما میتوانیم با داشتن تفاوت عقیده، با تفاوت نظر، با فکرهای مختلف و با اندیشه های متفاوت در کنار هم از مشترکاتمون استفاده بکنیم. از دید من مسلمان این شخصی که باهایی هست به موجب آیه قرآن، چون اولا موحده، دوما عمل صالح انجام میده، سوما به قیامت و رستاخیز و عدالت معتقده، با قرآن من همین سه خاصیتی که این شخص داره کفایت میکنه که او رو به عنوان دوست بپذیرم و تحت فرمان قرآن حمایت او رو به عهده بگیرم. مسلمانان جهان، شیعیان و سنی ها، همه کسانی که ادعای وابستگی و استناد و اتکاء به قرآن می کنند موظف هستند که دگراندیشان رو حمایت بکنند. من جمله از اون دگراندیشان بابیان، ازلیان و بهائیان هستند، پیروان همه ادیان هستند، گاو پرست ها هستند، ماه پرست ها هستند. مردم، کسانی که افتخار می کنید که مسلمان هستید و متکی به قرآن هستید، قرآن رو بخوانید و ببینید که در قرآن شما مسئول هستید که حقوق و مزایای غیر مسلمانان محمدی رو محفوظ بدارید و حتی در بسیاری از موارد حقوق اونها و مزایای اونها رو بر خودتون ترجیح بدید. از حضورتون صدا میخوام بکنم که در مورد پدیده امام زمان در تشیع و در اسلام توضیح بدید. اصلا امام زمان کیه، چیه، کجا پیدا شده؟ به نام خدا گفتگوی امروز رو شروع میکنم. موضوع امام زمان رو من نام مهدویت بهش میدم تا امام زمان، و موضوع مهدویت یک چیزی است که در همه ادیان و در همه باورهای متافیزیکی و باورهای معنوی وجود داشته. در اسلام هم این انتظار به تکامل رو به نام مهدویت و در اصطلاح روزمره به نام امام زمان شناسایی میکنند. امام زمان اختصاص به اهل تشیع نداره. امام زمان با وجودی که در بین همه مسلمانان به صورت یک اعتقاد زمیمه و خارجی وجود داره، اما در قرآن که چارچوب کار من هست اشاره‌ای به چنین شخصیتی نشده. در قرآنی که راجب پشه، راجب زنبور، راجب مورچه، راجب میوه‌جات، راجب عدس، راجب باقلا، راجب تیمم، راجب پیراهن یوسف که از پشت پاره شده یا از جلو پاره شده و جزئیات دیگری اشاره میکنه، در مورد مسئله ای که مربوط به آینده بشر تا روز قیامت میشه توضیح مبرهن و واضحی نداره. اما بر اثر همون سابقه ای که مسلمان ها هم بالاخره سابقه ادیان دیگر رو دارند و در واقع کوله بار باورهای قبلی رو به خودشون حمل میکنند، این یک سنت و یک عادت شده که در همه ادیان منتظر ظهور یک ناجی و یک نجات دهنده هستند که در جهان رفع ظلم بکنه و ایجاد عدالت بکنه. این از نقطه نظر برداشت موضوعی و غیر مستند مسلمانان نسبت به موضوع مهدویت. اما امام زمان در دو شاخه اصلی اسلام که یکی اهل تسنن باشه یکی اهل تشیع به این صورت هست که تا
در اهل تسنن هم امام زمان وجود داره، ولی لازم نیست که از طرف سلسله محمدی باشه یا به زبان دیگر آل محمد باشه، و بعد هم تنها نمیاد در اهل سنت. امام زمان با حضرت مسیح با هم میان و امام زمان شمشیر حضرت مسیح رو به عاریت میگیرد و با اون اونقدر ظالم میکشد که خون در سراسر جهان تا بالای زانوی اسب ایشان میرسه، و در اون مورد و در اون موقع شمشیر رو به دست حضرت مسیح میدهند و بعد میستن به نماز خواندن و امام زمان معموم میشود و حضرت مسیح امام یا برعکس، و بالاخره با هم نماز میخوانند و یکی پیش نماز میشه و یکی نمازگذاری که او رو تعقیب میکنه. در عهد تشیع حتما بایستی که امام زمان از فامیل و از سلسله پیامبر باشه، حتما بایستی که پسر امام حسن عسکری باشه، و حتما بایستی که تنهایی ظهور بکنه. و در بعضی از احادیث شیعه ظهور امام زمان نزدیک به قیامته، در بعضی از احادیث خود قیامته، و در بعضی از احادیث ارتباطی به قیامت نداره. در احادیث دیگری هست که پیش درآمدهایی برای ظهور امام قائل شدند، مثل خر دجال و مثل اشکالات و ایرادهایی که به نام دین ایجاد میشه، و اکثر احادیث دوری مردم رو از توحید و نزدیکی اونها رو به شرک و ایجاد فساد در جهان قبل از اینکه حضرت ظهور بکنند. این یک تعریف بسیار بسیار کوتاه و خلاصه است، با تأکید بر اینکه امام زمان میتواند که یک اعتقاد فردی یا جمعی باشد، ولی با کمال تأسف از نقطه نظر بررسی اکادمیک و منطقی و علمی در چارچوب قرآن، وقتی عرض میکنم چارچوب قرآن، چند چیز رو ما در اینجا رعایت نمی کنیم وقتی اسم چارچوب قرآن میاد. یک، هیچ روایتی رو نمیپذیریم، هیچ حدیثی رو نمیپذیریم، هیچ تاریخی رو نمیپذیریم، هیچ شأن نزولی رو نمیپذیریم و هیچ تفسیری رو نمیپذیریم، چه تفسیر مال معصوم باشه چه غیر معصوم. با حذف این پنج رکن که مرسوم مسلمین و سایر موحدین هست، اینها را از قرآن جدا میکنیم و اون چرا که در قرآن منظور شده خارج از این کمک های جنبی با زبان ساده معنی میکنیم. با اون شکل برخورد به اسلام، برخورد قرآنی با اسلام، متاسفانه یا خوشبختانه اثری از چیزی به نام مهدویت و امام زمان در قرآن نمیبینیم. در آیین بابی متکی به فرضیه امام زمان هست، اما همانطور که عرض کردم این فرضیه قویاً خارج از قرآن وجود داره، ولی در داخل چارچوب قرآن بدون کمک گرفتن از احادیث و روایات وجود خارجی نداره. اگر اشاره کنیم به یک موضوع خاص و اون علت و انگیزه دشمنی اهل تشیع با بهائیان و همینطور اهل تسنن، باید قبلا اشاره بکنیم که ما در سوره 109 قرآن که معروف به سوره کافرون هست، در اونجا میگوید اگر کسی مرتد باشد، ملحد باشد، مشرک باشد، مبدع باشد، که بالاخره بهائیان تو یکی از این چند گروه جا میگیرند، وظیفه پیامبر و وظیفه قرآن و اسلام نسبت به اینها این است که دین اونها رو نپذیرید، اما اونها رو به حال خودشون رها کنید. در سوره بقره، سوره دوم قرآن، آیه 62 صریحا، حالا ما اینجا رو نمیخوایم تبدیل به قرائت قرآن بکنیم، صریحا آیه ای هست که لغت به لغت معنی اون آیه این است که اگر شما ایماندار هستید، اگر شما یهودی هستید، اگر شما مسیحی هستید و اگر شما سابعین هستید، سابعین هم خورشید پرست هستند، هم ماه پرست هستند،
هم یک عده‌ای میگویند اینها طرفداران حضرت یحیی هستند، یک عده‌ای میگویند اینها مشرکین هستند. به طور کلی و غیره باید اسمش رو بگذاریم. اگر شما اهل ایمان هستید، مسیحی هستید، یهودی هستید و یا اصحاب این، اگر شما به توحید عقیده دارید که منشأ هستی قابل تفکیک نیست و اگر به عمل صالح معتقد هستید و اگر به بازگشت بشر یا رستاخیز اعتقاد دارید، یعنی هر کس به توحید و عمل صالح و عدالت ایمان داشته باشه، این شخص میگوید در همون آیه که برای تو حزن و خوفی نباید باشد، یعنی تو نه نسبت به گذشته نگران باش و نه از آینده وحشت داشته باش، جای تو نزد من است و اجر تو و پاداش تو نزد من. با این دو آیه و آیات دیگری هم هست که به علت کمبود وقت همینطور قبول بکنیم که اگر خواستیم لیست کاملی از اون آیات هست که ما به عنوان مسلمان بر اساس آیات قرآن با دگراندیش تحت هیچ عنوان نمیتوانیم رابطه خصمانه داشته باشیم. النهایه در قرآن آیه ای هست که دیگر باوران رو که با باور شما به اصطلاح اختلاف منافع دارند، اینها رو به سرپرستی و به امانت انتخاب نکنید. لغت ولی به کار رفته در قرآن به معنی تراستی و به معنای سرپرست، یعنی اینها منافعشون با شما یکی نیست ولی با اینها دوستی بکنید، با اینها برادری بکنید، با اینها ازدواج بکنید، بین اینها ازدواج طعام هم رو بخورید. ولی اون کسانی که با شما به جنگ برمیخیزن، شما هم از اونها به خودتون دفاع بکنید. اکثر اشتباهات و اختلافاتی که به وجود آمده بر سر این است که ما آیه هایی که در واقع کودهای جنگی میدان نبرد هستند، اینها رو میبریم در مجالس ضیافت و مهمانی و عروسی داخل میکنیم و اینها رو اونجا ابلاغ میکنیم و اونجا ازش استفاده میکنیم. یعنی بحث های تئوری رو با بحث های جنگی اشتباه میکنیم یا مخلوط میکنیم. اما در مورد اینکه چرا بهائیت و اسلام با هم دیگه نمیتوانند به صلح برسند، من فکر میکنم که این سوال که من این سوال رو مطرح میکنم سوال اشتباهی است. بایستی بپرسیم که آیا بهائیت و اسلام می توانند هم عقیده بشوند؟ پاسخ منفی است. آیا ما به صرف هم عقیده نبودن مجاز هستیم که معارض اونها بشویم، مزاحم اونها بشویم؟ الان کاری که در ایران انجام میشه، یک بهائی مالیات میده و دولت و ملت به اون شخص بدهی مشاع دارند. این مالیات که میده برای تحصیلات میده، برای دانشگاه میده، برای امنیت میده، برای استفاده از همه مزایای شهری مثل بقیه آدم ها میده. و وقتی ما اینها را از اون حقوق محروم میکنیم بدون اینکه اینها را محاکمه کرده باشیم، بدون اینکه اینها جرمشون ثابت شده باشه، بدون اینکه اینها در دادگاه های صالحه مورد قضاوت قرار گرفته باشند، ما در مورد اینها کلاس اکشن انجام میدیم. یعنی به صورت کاتگوریکلی و به صورت گروهی با اینها معامله میکنیم که همه بهایی ها جاسوس اسرائیل هستند، همه بهایی ها از آمریکا دستور میگیرند. آخه 8 میلیون آدم، 9 میلیون آدم که نمیتونه همشون از یک جا دستور بگیرند یا همشون جاسوس یک جا باشند. چقدر مگه یک دولت جاسوس لازم داره؟ و بعد چی رو جاسوسی بکنند؟ و بعد چرا همه رو با هم محاکمه میکنند؟ ممکنه در هر دینی، هر مرامی، هر آینی جاسوس هم وجود داشته باشه، آدم بدکاره هم وجود داشته باشه، ربطی به دینش نداره. این رو بایستی ببرن در دادگاه محاکمش کنن. اما برمیگردم، صحبتم طولانی شد، دردهاییست که سالهاست در دل من هست و 31 سالی که همین تلویزیون های این شهر بزرگی که درش زندگی میکنین به من یکی خفقان دادند. و گاهی از اوقات که فرصتی پیدا میکنم که این مطالب رو در معرفی برای ایجاد صلح و دوستی بین افراد مطرح بکنم، از این فرصتها سوء استفاده و حسن استفاده میکنم. اما اساس تشکیل و اندیشه بابیت و مظهریت و مهدویت از طریق بابیت
بر اساس قبول اصالت و حقانیت فرقه شیخیه و انضمام فرقه شیخیه به فرقه امامیه اثنی عشری است. ما میدانیم که سه اتفاق بزرگ در قرن 18 اوایل قرن 18 میفته و اون اینکه یک گروهی به نام اصولیون تشکیل میشن که اینها در واقع به جنگ تئوری با اخباریون میروند. اخباریون کسانی بودند که معتقد بودند که اخباریون شیعه که قرآن و چهار کتاب حدیث و بعد برای مراجعه به قرآن باید حتما از پل اون چهار کتاب حدیث بگذرن و این کتب اربعه حاکم بر اسلامی بود که اونها قبول داشتند و اجازه تطبیق و قیاس و معاینه حدیث رو هم نداشتند. حدیث رو به صورت کلی پذیرا بودند و این باعث می شد که خیلی کار اسلام کند جلو بره. گروه پیش رفته تری نسبت به اونها به نام اصولیون به وجود آمدند که اینها معتقد بودند که احادیث باید معاینه بشه و باید تطبیق بشه و تا حدودی قیاس رو پذیرفتند و از برخورد این دو مکتب با هم شخصی به نام همونطوری که اشاره فرمودند آقای مهندس شیخ احمد احسایی که شخصی بوده که متولد یکی از استانهای شرقی عربستان بوده، عربستان امروز، و بعدها در سن 22 سالگی مسافرت میکنه و بیشتر عمرش رو در ایران میگذرانه و بعد هم در قبرستان بقیع در عربستان امروز از این دنیا رحلت میکنه و مزارش در اونجا قرار داره. شخص احسایی وقتی که پذیرای اصولیون میشه یک مقداری در عقیده اونها اشکال میبینه و اصل اشکالی که دیده میشده در کار اون موضوع مهدویت بوده که چطور میتواند تجسم یک شخصی یا انسجام جسمی یک شخصی ادامه پیدا بکند و برداشتهای جدیدی ارائه میدهد شیخ احمد و اون این بود است که انسان در واقع مثال هایی که میزند این است که انسان در مقابل خورشید مثل یک آینه است، در مقابل خدا مثل یک آینه در مقابل خورشیده که وقتی آینه میشکنه خورشید هنوز حرارت خودش رو داره و در واقع از این حرارتی که به آینه شکسته تابیده یک موجودی و یک هستی به وجود میاد که شیخ احمد احسایی به او جسم لطیف میگوید و به این ترتیب هم موضوع معمای مهدویت رو حل می کند و هم اینکه معراج حضرت محمد رو به این نحو توجیه می کند که در هر پله‌ای و در هر طبقه‌ای در واقع جسم لطیفی می گیرند ایشون به خودش که با اون طبقه تطبیق می کنه. خلاصه کنیم صحبت رو، به این ترتیب یک مکتب جدیدی به وجود میاد که مرزی بین اخباریون و اصولیون بوده و این مکتب مکتب شیخیه بوده که در واقع مکتب شیخیه به علت تسهیل کردن ظهور امام و تسهیل کردن وجود قائمیت و وجود مهدویت یک امر قابل پذیرشی میشه و بسیار گسترش پیدا میکنه. با وفات شیخ احمد شاگرد برجسته او سید کاظم رشدی به مقام در واقع بزرگی و سرپرستی گروه شیخی قرار میگیره و شاگردان سید کاظم رشدی که در حدود 17 شاگرد داشته، یکی از شاگردهای او هم سید علی محمد شیرازی موصوف به حضرت باب یا حضرت اعلی بوده که در گروه سوم اختلاف بین شیخیه آغاز میشه و گروه کثیری از شیخیه رأی به محمد خان کرمانی میدن و او رو به عنوان شیخ برمیگزینند و گروه دیگر به سید علی محمد باب رأی میدهند و هنوز هم ما در ایران طایفه 11 یا 10 شیخیه رو در کرمان داریم که آقای موسوی هستند و جمهوری اسلامی هم با ایشان روابط بسیار صلح‌آمیزی داره. اما شاخه دیگر شیخیه که از طریق سید علی محمد شیرازی ادامه پیدا میکنه منجر به اظهار امر ایشون میشه در مورد اینکه
در جایی به دعا می کنند که باب هستند، باب به عنوان دروازه، به عنوان راهرو برای رسیدن و یا برای هموار کردن ظهور امام زمان، و بعد از مدتی ادعای قائمیت می کنند. و همینطور در جاهای دیگر هست که ادعا کردن به این که ایشون مباشرت می کنند و مباشر هستند و بشارت می دهند به پیامبر دیگری که تمام ظهورات الهی در او جمع هست. اما اشکالی که این کار داره این است که جامعه ای که ما الان در ایران داریم و اصلا جامعه شیعه بر اساس نیابت امام زمان استوار است، و موضوع شیعه و سنی رو اگر ما از اول بخوایم بررسی بکنیم ظرف چند ثانیه، وقتی که پیغمبر فوت میکند به اعتقاد قرآن و به اعتقاد اسلام واقعی، پیغمبر در 3 سال آخر زندگی خودش خلیفه بوده، در 23 سال 20 سال مقام رسالت داشته، 3 سال مقام خلافت هم به رسالتش اضافه میشه. شیعه میگوید که بعد از اینکه پیامبر فوت میکند علی رو به جای خودش به عنوان خلیفه انتخاب میکند. ما در مطالعه قرآن با توجه به منطق اختیاری که قرآن به انسان داده و مسئولیتی که داده، رسول اکرم اجازه این کار رو نداشتند و هرگز هم کاری بدون اجازه نکردند، و به طوری که میبینیم و میدانیم با اشکالاتی که وجود داشته، ابوبکر و عمر و عثمان و علی به انتخاب مردم در سیستم دموکراتیک اون زمان به خلافت میرسند. در زمان علی کودتای نظامی میشود و حکومت دموکراتیک به حکومت سلطنتی فئودالیته برمیگرده و معاویه زمام امور رو در دست میگیره، و تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم اسلام از اون مرحله به بیراهه رفته و تا حالا هم در بیراهه سیر میکنه. شیعه و سنی در مورد نحوه حکومت با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن، غیر از اختلافات تئولوژیکی که دارن، و در این اختلافات وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اساس اندیشه و تفکر اجتماعی و سیاسی شیعه بر مبنای وصایت پیغمبر به علی است. یعنی شیعه ابوبکر، عمر و عثمان رو در مقام خلافت قبول نداره، اینها رو خلفای غاصب تلقی میکنه، و تنها بعد از رسول اکرم حضرت علی رو به عنوان خلیفه شناسایی میکنه و خلافت علی رو ریشه خدایی بهش میده. یعنی ولایت فقیه از نقطه نظر شیعه در مورد علی آغاز میشه و تا امروز هم ادامه داره. اون وقت این ولایت در امامت ادامه پیدا میکنه و از دیدگاه شیعه همه امام ها حاکم هستند، حتی اون که بچه بوده و در زندان بوده حاکمه، و از اینا حاکمیت غصب شده. این حکومت هست که به امام 12 میرسه. یعنی در دیدگاه و منظر اهل تشیع امام زمان فقط یک شخصیت مقدس نیست، امام زمان یک پرزیدنته، یک حاکمه، یک خلیفه است. خلیفه است که در غیبت به سر میبره و نواب ایشون سمت خلافت ایشون رو انجام میدن. اون چی که من از مجموعه صحبت‌های دو دوست ارجمند خودم میفهمم این هست که اصولاً امام زمان هیچ مبنای قرآنی نداره. همینطور. یعنی در قرآن ما پدیده‌ای به نام امام زمان نداریم. درسته؟ همینطور.